اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89.1 و از سایت اینترنتی chuo.fm می شنوید. ایراواز انگلش ادیشن will begin at 3:45 today and every Sunday on this station. ای ایران، ای مرز برگر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، جاودان. ای دشمن تو سنگ خاره ای من آنم، جان من فدای خاک باک میانم، مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران. ویژگی انسان آزاد بودن اوست. اگر تن به خطر ندهد، آزادیش را از میان خواهد برد. زنده یاد آب پیر، کشیش فرانسوی و از اعضای مقاومت فرانسه در جنگ جهانی دوم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی، نرگس هستم و برنامه امروز رادیوی ایراوا 19 بهمن 93 برابر با 8 فوریه 2015 را با یاد به خون نشستگان حماسه سیاهکل در سال 49 و شهدای 19 بهمن 60 مجاهدین خلق و با تبریک به مناسبت پیروزی انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران در 22 بهمن 57 آغاز می‌کنیم. و اینک تقویم تاریخ. نوزدهم
19 بهمن 44مین سالگرد حماسه سیاه کل می باشد. یک هسته چریکی به فرماندهی علی اکبر صفایی فراهانی و 5 تن دیگر از یارانش از اواسط شهریور 49 برای بسیج و تدارک عملیات مسلحانه در بهار سال 50 رهسپار جنگل‌های گیلان شده بود. ساواک و ارگان‌های امنیتی رژیم شاه که به وجود این هسته چریکی پی برده بودند، موقعیت این تیم در جنگل را در مخاطره قرار داده بودند. این تیم با اطلاع از این موضوع زمان عملیات را جلو انداخت و در شامگاه 19 بهمن با حمله به پاسگاه سیاه‌کل و خلاء اصلاح آن پا به میدان مبارزه مسلحانه نهاد. هسته چریکی پس از حمله به پاسگاه سیاه‌کل به سوی جنگل عقب نشست و تا 18 اسفند در حلقه محاصره دشمن به مقاومت پرداخت. در این نبردها فدایان مهدی اسحاقی و محمد رحیم سمایی کشته شدند. پس از آن نیز در تاریخ 26 اسفند علی اکبر صفایی فراهانی و 12 فدایی دیگر در برابر جوخه‌های اعدام قرار گرفتند. در بامداد دوشنبه 19 بهمن سال 1360 اشرف رجوی و موسی خیابانی دو تن از کادرهای سازمان مجاهدین خلق ایران همراه با 18 تن دیگر در مقابله با حمله پاسداران مقاومت کرده و به نبرد پرداختند. محلی که به پایگاه اشرف و موسی معروف بود واقع در زعفرانیه تهران از ساعت 12 شب محاصره شده بود و رژیم با حداکثر نیرو کلیه راه‌های عبور و مرور منطقه را بسته و بر گذرگاه‌های آن و پشت بام ساختمان‌های مشرف به این مکان واحدهای مجهز به سلاح‌های نیمه سنگین مستقر کرده بود. ساعت 5 بامداد پایگاه از هر سو مورد حمله قرار گرفت و نیروهای مجاهدین داخل ساختمان متقابلاً ماموران حکومتی را هدف مسلسل قرار دادند. شهدای 19 بهمن که به عاشورای مجاهدین مشهور است، عبارتند از اشرف رجوی، موسی خیابانی و همسرش آذر رضایی که ماه‌های آخر بارداری خود را می‌گذراند، محمد مقدم و همسرش مهشید فرزانه‌سا، عباس‌علی جابرزاده و همسرش ثریا سنماری، تهمینه رحیم نژاد و همسرش طه میرصادقی، فاطمه نجاریان و همسرش شاهرخ شمیم، ناهید رعفتی و همسرش حسن مهدوی، محمد معینی، کاظم مرتضوی، خسرو رحیمی، مهناز کلانتری، حسن پورغازی، سعید سعیدپور و حسن بخشافر. 3 کودک یعنی سیما فرزند محمد مقدم و مهشید فرزانه‌سا، الهام دختر عباس‌علی جابرزاده انصاری و ثریا سنماری و مصطفی فرزند اشرف رجوی زنده به اسارت رژیم خمینی درآمدند. مصطفی بعدها به کمپ اشرف پیوست. روز 22 بهمن سال 1357 مردم با انقلاب خود موفق شدند رژیم سلطنتی و حکومت پهلوی را سرنگون کرده و به پیروزی برسند. روزهای 21 و 22 بهمن با شورش همافران در پادگان مرکز فرماندهی نیروی هوایی ایران و باز شدن درهای پادگان‌ها و اسلحه خانه‌ها به روی مردم، قیام مسلحانه مردمی سراسر تهران را فرا گرفت و در شرایطی که خمینی تا آخرین لحظه با قیام مسلحانه مردم مخالفت می‌کرد، پادگان‌ها و مراکز نظامی رژیم یکی پس از دیگری توسط مردم مسلح شده و هواداران سازمان‌های انقلابی سقوط کرد. 24 بهمن سالگرد درگذشت فروغ فرخزاد است. فروغ فرخزاد در 8 دی ماه 1313 در تهران به دنیا آمد. وی در طول عمر کوتاهش 5 دفتر شعر منتشر کرد که از نمونه‌های قابل توجه شعر معاصر فارسی به شمار می‌روند. فروغ با مجموعه‌های اسیر، دیوار و اوسیان کار خود را آغاز کرد. در سال 1337 سینما توجه فروغ را جلب کرد که در این مسیر با ابراهیم گلستان آشنا شد و این آشنایی مسیر زندگی فروغ را تغییر داد. فروغ در سال 41 فیلم خانه سیاه را در آسایشگاه جزامیان بابا باقی تبریز ساخت و در سال 42 در نمایشنامه 6 شخصیت در جستجوی نویسنده بازی چشمگیری از خود نشان داد. در همان سال یعنی سال 42 مجموعه تولد دیگر با تیراژ بالای 3000 نسخه توسط انتشارات مروارید منتشر گردید که اشعار فروغ در این کتاب تحسین گسترده‌ای را برانگیخت. پس از آن مجموعه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد را منتشر کرد. فروغ فرخزاد در روز 24 بهمن 1345 بر اثر تصادف هنگام ران زندگی با اتومبیل شخصیش در تهران جان باخت. جسد او در روز چهارشنبه 26 بهمن با حضور نویسندگان و همکارانش در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. فروغ می گفت: آرزوی من آزادی زنان ایران و تساوی حقوق آنها با مردان است. من به رنج‌هایی که خواهرانم در این مملکت در اثر بی‌عدالتی مردان می‌برند کاملا واقف هستم و نیمی از هنرم را برای تجسم دردها و آلام آنها به کار می‌برم. میهمان این هفته رادیو ایراوا آقای عزیزالله پاکنژاد عضو شورای ملی مقاومت هستند که پس از بخش خبر با ایشان درباره دستاوردهای انقلاب ضد سلطنتی 57 گفتگو خواهم داشت. اینک نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته.
تلویزیون العربیه گزارش داد اپوزیسیون ایران در پاریس اجلاسی برگزار کرد که در آن شخصیت‌های برجسته بین‌المللی شرح مفصلی از نقش رژیم ایران در حمایت از بنیادگرایی در جهان و خاورمیانه ارائه کردند. این شخصیت‌ها دخالت رژیم ایران در سوریه، عراق و یمن را محکوم کردند و حمایت رژیم ایران از حوثی‌ها در یمن را که در این کشور کودتا کرده‌اند مردود شمردند. العربی افسود همچنین مریم رجوی پرزیدنت اپوزیسیون ایران دلایل محکمی را در مورد نقش تخریب کننده رژیم ایران ارائه داد. خانم رجوی گفت رژیم ولایت فقیه منبع و خاستگاه بنیادگرایی دینی در منطقه است. نیروهای این رژیم مرتکب جنایت و کشتار در عراق، سوریه و یمن می شوند. رژیم ایران رو به نابودی است و نخواهد توانست که در این مسیر پیروز شود. این اجلاس که بنیادگرایی اسلامی، ریشه ها، راه حل ها، نقش رژیم ایران نام داشت، توسط آلخو ویدال کوادراس، نایب رئیس سابق پارلمان اروپا و رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت که شامل سخنران برجسته آمریکایی و اروپایی میشد، روز 7 فوریه افتتاح گردید. به نقل از تلویزیون رژیم 18 بهمن، یوکی آمانو میگوید احتمال رسیدن به توافق با ایران تا مهلت تعیین شده در فروردین 94 وجود ندارد. آمانو میافزاید ایران به نگرانی‌ها درباره تلاش‌هایش برای ساخت تسلیحات اتمی پاسخ نداده است. به گفته یوکی آمانو رژیم ایران تاکنون به مجموعه‌ای از سوالات درباره برنامه اتمی خود پاسخگو نبوده و در پاسخگویی مؤثر به نگرانی‌ها درباره تلاش‌هایش برای تولیدات تسلیحات اتمی کوتاهی کرده است. سایت سازمان مجاهدین خلخبر داد که خبرگزاری سپاه پاسداران به نام فارس به نقل از پاسدار حسین همدانی فرمانده پیشین سپاه تهران گفت بیش از 830 نفر در جریان قیام سال 88 قطع نخا شدند. این منبع افزود خبرگزاری سپاه پاسداران ساعت‌های پس از انتشار سخنان پاسدار همدانی این بخش از سخنان او را حذف کرد، اما برخی دیگر از سایت‌های حکومتی این سخنان را منعکس کردند. پاسدار همدانی توضیح بیشتری در مورد قطع نخا شدن این افراد و هویت آنان نداده است. همزمان با کنفرانس امنیت مونیخ در آلمان، ایرانیان آزادیخواه به شرکت جواد ظریف وزیر خارجه رژیم ایران در این کنفرانس اعتراض کردند. ایرانیان شعار می‌دادند ظریف برو گم شو، بمب اتم برای آخوندها نه، داعش و ملاهای ایران جنایتکارند. ایرانیان همچنین با نمایش نمادین چوبه‌های دار چهره واقعی رژیم را نشان می‌دادند و بنرهایی هم می‌کردند که در آنها نه به اعدام، شکنجه، سنگسار و آری به تغییر دموکراتیک توسط مردم ایران و مقاومت دیده می‌شد. این تظاهرات مورد توجه خبرنگار صدای آلمان قرار گرفت. یک جوان 20 ساله به نام لازم پوررشیدی سحرگاه روز شنبه 18 بهمن در محوطه زندان مرکزی کرمان به دار آویخته شد. این جوان کرد از اهالی روستای هالولان از توابع بخش سیلوانه شهرستان ارومیه بود. رژیم دو زندانی را نیز روز سه‌شنبه 14 بهمن در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخت. اعدام شدگان بین 30 تا 37 سال سن داشتند و اهل روستاهای اطراف ارومیه بودند. روز سه‌شنبه 14 بهمن یک زندانی عادی به نام غلام کونانی بر اثر فشارهای ماموران در بهداری زندان گوهردشت کرج با حلق‌آویز کردن خود خودکشی کرد. این زندانی در هفته گذشته از بند 6 به بند 3 زندان منتقل شده بود و از آنجایی که احساس امنیت جانی در این بند نمی‌کرد، خواستار بازگشت به بند 6 شده بود، ولی امیریان از مسئولین زندان با بازگشت وی مخالفت می‌کرد. گفته می‌شود دو تن از برادران وی قبلا توسط رژیم اعدام شده بودند و از محکومیت خودش نیز فقط 5 ماه باقی مانده بود. چهارشنبه شب 15 بهمن حوالی ساعت 10 یکی از اساتید دارالعلوم مکی زاهدان به نام حافظ ظاهر خمر مورد شلیک چند نفر ناشناس از ناحیه سر قرار گرفت و به قتل رسید. افراد مسلح خودرو حافظ ظاهر خمر را نیز به سرقت برده و قصد داشتند که اتومبیل سواری خود را نیز ببرند که با حمله مردم حاضر در صحنه مواجه شده و نتیجتاً با به جا گذاشتن اتومبیل خود و فرار با خودروی مقتول صحنه را ترک کردند. دقایقی بعد از گریختن از صحنه خودروی آنان با تیر چراغ برق برخورد کرده بود که خودرو را نیز جا گذاشته و متواری شدند. جامعه اهل سنت و به طور خاص طلاب دارالعلوم مکه زاهدان نگران وضعیت خود و ترورهای احتمالی بعدی هستند. مردم منطقه میگویند که این ترورها کار جناحهای وابسته به رژیم است که بدین وسیله برای مرعوب کردن مردم و اهل سنت به آنها دست باز داده میشود. بنا به گزارش‌های منتشر شده یک نوجوان 14 ساله به همراه برادر 20 ساله‌اش در شهرستان جالق در اثر تیراندازی مستقیم ماموران بسیجی کشته و زخمی شدند. پنجشنبه 16 بهمن ماموران پایگاه بسیج این منطقه به سمت یک خودرو مزنون به حمل گازوئیل قاچاق آتش گشودند که در پی آن سرنشینان خودرو دو برادر به نام‌های ضیاءالرحمن ریگی 14 ساله با اصابت دو گلوله در سر کشته و برادر وی زبیر ریگی 20 ساله از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت که به بیمارستان منتقل شد.
روز سه‌شنبه 14 بهمن سه شهروند بهایی به نام‌های فرامرز لطفی، ضیاءالله قادری و سروش گرشاسپی در تونکابون بازداشت شدند. این سه اول پاییز سال 92 در پی شرکت در مراسم سالگرد فوت یک شهروند بهایی ساکن تونکابون بازداشت و پس از 17 روز آزاد شده بودند. اتهامی که فرامرز لطفی، ضیاءالله قادری و سروش گرشاسپی به خاطر آن محاکمه و محکوم شدند، اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. آقای لطفی از ناراحتی معده رنج می‌برد و نزدیکانش نگران سلامتی وی هستند. هزاران تن از مردم آرژانتین در بوینس آیرس با برگزاری تظاهرات خواستار رسیدگی به پرونده انفجار آمیا و پیگیری قتل دادستان آرژانتین آلبرتو نیسمن شدند. این تظاهرات به دنبال کشف اسناد جدیدی در مورد قتل آلبرتو نیسمن برپا شد. آلبرتو نیسمن که بالاترین مقام‌های آرژانتین را به تبانی با رژیم ایران برای لاپوشانی انفجار سال 1994 بوینس آیرس متهم کرده بود، روز 18 ژانویه در آپارتمانش به ضرب گلوله به قتل رسید. در همین رابطه خبرگزاری فرانسه 5 فوریه گزارش شد که آقای رافکاس به عنوان قاضی پرونده انفجار سال 94 بوینس آیرس معرفی شده است. این پرونده پس از فاش شدن اینکه آلبرتو نیسمن پیشنویس حکم بازداشت رئیس جمهور کنونی آرژانتین را پیش از مرگ خود آماده کرده بود، تبدیل به یک موضوع دردسرآفرین شد. مقامات دادگاه‌های جنایی فدرال در نهایت بنبست را با ابلاغ دستور به یکی از سه قاضی یعنی دانیل رافکاس به پایان رساندند. رافکاس که یک متخصص حقوق بشر است، مطالعاتی را در زمینه هولوکاست به رشته تحلیل درآورده که جوایز برای وی به ارمغان آورده است. او همچنین به خاطر محاکمه افسران ارتش به خاطر جرایمی که در زمان دیکتاتوری سالهای 1976 تا 1983 در این کشور آمریکای جنوبی مرتکب شده بودند شناخته می شود. خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت نیز از پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان خواستار دخالت برای جلوگیری از مسکوت گذاشتن پرونده انفجار تروریستی آمیا و فراخوان به ادامه تحقیقات قاضی آلبرتو نیسمن در مورد این پرونده شد. به درنامه به پاپ نوشت این قاضی شریف که به یقین رسیده بود این جنایت توسط سران رژیم ایران تصمیم گیری، فرماندهی، سازماندهی و اجرا شده است، بهای پافشاری خود بر حقیقت را پرداخت. اما آنچه نگران کننده است این است که پس از این واقعه دردناک دیگر کسی جسارت کشف حقیقت را نداشته باشد. از این رو از شما می‌خواهم با دخالت خودتان از قربانی شدن عدالت و حقیقت جلوگیری کنید. خانم رجوی افسود سکوت در مقابل ترور قاضی نیسمن به فاشیسم دینی حاکم بر ایران و باندهای تروریستی برای جنایت بیشتر جرأت می‌دهد. FBI در مورد فعالیت‌های مشکوک رژیم ایران در آمریکا تحقیق می‌کند. سایت فروم ایرانیان 5 فوریه گزارش داد شبکه خبری ABC در آمریکا طی گزارش مفصلی در روز 3 فوریه 2015 خبر داد که ماموران فدرال آمریکا یک شرکت حمل و نقل در لس آنجلس و مالک ایرانیان را مورد تحقیق و تفحص رسمی قرار دادند. بنابر گزارش ABC پرونده علیرضا مهدوی مالک کمپانی امریکن لوجستیک مدت‌ها تحت نظر اداره امنیت آمریکا قرار داشته است. علیرضا مهدوی با پروانه رسمی از نهادهای دولتی آمریکا اجازه داشته است برای افرادی که قادر به سرمایه‌گذاری مبلغ $500,000 یا بیشتر بوده اند از اداره مهاجرت برای آنان تقاضای گرین کارت کند. در یکی از گزارشات اداره امنیت آمده است که افرادی از سپاه پاسداران رژیم از این طریق اقدام به دریافت ویزای ورود به آمریکا کردند. در گزارش ذکر شده آمده است که اداره امنیت در آمریکا به خاطر نگرانی‌هایی که در مورد مهدوی داشت بارها به اداره مهاجرت آمریکا هشدار داده بود، اما ظاهراً به خاطر عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف و بوروکراسی پرونده نامبرده نادیده گرفته شده بود. سایت فروم ایرانیان می‌افزاید علیرضا مهدوی فرد مورد اتهام در گزارش مزبور یکی از فعالان با سابقه لابی رژیم در آمریکا در زمینه مخالفت با تحریم‌ها بوده و نقشی فعال در این لابی داشته است. مهدوی در گذشته عضو گروهی به نام شرکت تجارت ایرانیان Iranian Trade Association به ریاست شهریار افشار در شهر سندیگو بود. این سازمان بین سالهای 1997 تا 2001 در کنار تریتا پارسی و شورای آمریکایی ایرانی هوشنگ امیراحمدی برای لغو تحریم‌ها لابی می‌کرد. در آن زمان هنوز سازمان نیویورک تأسیس نشده بود و تریتا پارسی سازمان لابی کوچکی به نام ایرانیان برای همکاری بین‌المللی داشت و در کنار همکار اصلیش نماینده فاسد کنگره بابنی مشغول لابی در واشنگتن بود. ABC همچنین توانسته است به یک نسخه از گزارش سانسور نشده دست یابد که در آن به یک کارمند شرکت متعلق به علیرضا مهدوی مظنون به مشارکت در شبکه عملیات تروریستی در سریلانکا، تایلند و گرجستان اشاره شده است.
رویدادهای هفته را با دو خبر از کانادا به پایان می‌بریم. روز سه‌شنبه 3 فوریه وزیر خارجه کانادا آقای جان برد از سمت خود کناره گرفت. جان برد در هر دو بخش فدرال و ایالتی بیش از 20 سال خدمت کرده بود. او در سخنرانی خود در پارلمان کانادا هرچند دلیل استعفای خود را اعلام نکرد، اما گفت که تا چند هفته دیگر به کار خود ادامه خواهد داد و پس از آن از فعالیت در دولت کناره می‌گیرد. وی افزود که در انتخابات فدرال اکتبر نیز شرکت نخواهد کرد. جان برد بارها از حق مردم ایران برای آزادی دفاع کرده بود و رژیم حاکم بر ایران را به احترام به تعهدات بین‌المللی و توقف برنامه‌های هسته‌ای‌اش فراخوانده بود. کانادا اولین کشوری است که دولت محافظه‌کارش سفارت رژیم ایران را تعطیل و کارمندان آن را اخراج کرده است. دادگاه عالی کانادا به حکم خودکشی با کمک دکتر رأی داد. در این حکم آمده است که برخی شهروندان کانادا که خواهان پایان دادن به زندگی دردناک خود هستند، حق دارند از دکتر خود درخواست کمک برای خودکشی کنند. این قانون تنها بزرگسالان عاقل و بالغی که از بیماری‌های غیرقابل تحمل و صعب یا لاعلاج رنج می‌برند را شامل می‌شود. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته. جهت دسترسی به آرشیو ایراوا لطفاً به وبسایت radioirava.com مراجعه بفرمایید. روز 22 بهمن سال 1357 حکومت محمد رضا شاه پهلوی سرنگون شد. هرچند انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران با سرنگونی رژیم شاه به خواستهای خود نرسید و با ظهور آخوندی به نام خمینی به انحراف کشیده شد، اما این انقلاب مردمی دستاوردهای گرانبهایی برای مردم ایران به ارث گذاشت. میهمان امروز رادیو ایراوا آقای عزیز الله پاکنژاد، عضو شورای ملی مقاومت ایران و از زندانیان سیاسی زمان شاه هستند که در خدمت ایشون به دستاوردهای انقلاب 57 میپردازیم. سلام میکنم خدمتتون آقای عزیز پاکنژاد و متشکرم که دعوتم رو برای این گفتگو قبول کردید. به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید. منم از شما تشکر میکنم خانم غفاری. خدمت شنوندگان رادیوی شما هم سلام عرض میکنم و در خدمتتون هستم. خواهش میکنم آقای پاکنژاد، بسته به اینکه جایگاه سیاسی و ایدئولوژیمون کجاست، به تبع برداشتمون هم از انقلاب 57 تفاوت داره و بحث امروز هم همین انقلاب 57 است. ولی همونطور که میدونید طرفداران حکومت شاه بعد از گذشت 36 سال برای کم کردن اهمیت و در واقع بی اعتبار کردن اون هنوز به انقلاب 57 میگن شورش. اگه بخوایم یه نگاه علمی به این واقعه تاریخی داشته باشیم، به نظر شما اون چه که در سال 57 رخ داد آیا تصادفی و یا شورش عده‌ای با کمک بیگانگان بود، یا اینکه انقلاب 57 واقعا یک نیاز جامعه برای تغییرات اساسی بود؟ اتفاقا منم با شما موافقم که طرفدارای رژیم سابق از این کلمه استفاده میکنن. ما تو اگه بخوایم از نظر لغوی این واژه ها رو تعریف بکنیم، به هر حال انقلاب یه بار مشخصی داره. هر دو تا این کلمات بار مشخصی دارن و در مبارزات مردم معانی خودشون رو بارز کردن. انقلاب یه واژه‌ایه که معنی بسیار عمیقی داره، یه ارزشی رو در درون خودش داره، به معنی تغییر دادن و دگرگون کردن یک نظام، یک نظام حکومتی و همینطور تغییر دادن شرایط یک کشور، البته به نفع جامعه و توده‌های مردم. یعنی به نوعی دیگه اگه بخوام اینو تعریف کنم، انقلاب معنیش برچیدن بساط ظلم و استبداد و دیکتاتوری و از این جور چیزاست. و خصوصیت دیگرش هم اینه که یک در همه جا و همیشه یک حرکت مردمی بوده و یه انگیزه‌ای خیلی قوی و محکمی هم پشت سر اون بوده. این تعریفیه که نسبتاً از انقلاب، کلمه انقلاب میکنن. درست. شورش، اون چیزی که اونا میگن شورش، هم خیلی از این دور نیست. بالاخره یه حرکت خودجوش و مردمیه که در یک جاهایی از طرف یه اقشاری از مردم بر علیه نظام حاکم صورت میگیره. منتها اینی که طرفدارای نظام سابق از این کلمه استفاده میکنن برای نامگذاری انقلاب بهمن، روی وجوه به اصطلاح منفیش، چون هر شورشی همراه با هیجان و خشونت و این حرف هست. درست. هر نشورش. ولی چون در مقابله با نظام حاکمه، نظام حاکم سعی میکنه بگه که اینها نظم رو به هم زدن، امنیت جامعه رو از بین بردن، یعنی این چیزهای منفی رو بهش میدن از دید خودشون و در چارچوب نظام خودشون. طرفدارای نظام پادشاهی رو این تکیه میکنن.
از اون طرف رژیم حاکم هم کلمه انقلاب رو کار میکنه. همین رژیمی که الان حاکمه، این آخونده هم میگن انقلاب. منتها یه چیزی بهش میچسبونن به اسم اسلامی. یعنی میگن که انقلاب اسلامیه. مردم برای اسلام انقلاب کردند و انقلاب اسلامی صورت گرفت. تلاش این رژیم اینه که مقوله آزادی و عدالت اجتماعی رو از محتوای انقلاب بهمن حذف بکنه. بعضی دیگه هستن به این انقلاب میگن قیام. چرا؟ چون میگن این قیام صورت گرفته توسط مردم ولی در همون مقطع به خواستهای فوری خودش نرسید. یه ضد انقلاب رفته، یه ضد انقلاب دیگه اومده جاشو گرفته. بنابراین در مرحله قیام باقی موند. که البته بخش عظیمی هم از نیروهای انقلابی از کلمه انقلاب استفاده میکنن که روی همین ماهیت در درجه اول براندازی و در درجه دوم خواستهای اساسیش که همون آزادی و عدالت اجتماعی. من خودم شخصا نظرم اینه که این یک انقلاب مردمی و ضد سلطنتی بوده که تغییرات عمیق اجتماعی به وجود آورد. آقای پاک نژاد، همونطور که میدونید محمد رضا شاه زمانی صدای انقلاب مردم رو شنید که دیگه آخرای حکومتش بود و دیگه خیلی دیر شده بود. اما فرض بگیریم که شاه زودتر اگر میخواست زودتر به اعتراضات مردم رسیدگی میکرد، به نظر شما آیا با رفرم و یا اصلاحات میشد از سرنگونی و وقوع انقلاب در واقع جلوگیری کرد؟ خب این استدلال ها میشه که اگر شاه زودتر این کارا رو میکرد، رفرم میکرد و تغییراتی میداد، میتونست باقی بمونه. حتی مثلا میگن که به جای حکومت کردن سلطنت بکنه، یعنی کارا رو مردم واگذار کنه، خودش بشه یه پادشاهی مثل جاهای دیگه، مثل بعضی جاهای دیگه که همچه سیستمایی دارن. از این حرفا زیاد زده میشه. نباید فراموش کنیم که رژیم شاه یک چیزی به اسم انقلاب سفید تحت عنوان یک رفرم انجام داد که محورش هم رفرم ارضی بود، اصلاحات ارضی بود. اینو هم برای طولانی تر کردن عمر رژیمش انجام داد. اما چون این اعمالش پوشالی بود و از بالا میخواست این کارو بکنه، از پایین نبود، مردم اطلاعی نداشتن از محتوای اون، این کار باعث ایجاد شکاف عظیم طبقاتی در جامعه شد. یه عده ثروتمند شدن که تحت عنوان بورژوازی گفته میشدن، که البته بورژوازی وابسته معنی میشد، ولی چون ریشه ای نداشتن، دیدیم که در جریان انقلاب همشون گذاشتن رفتن، حتی از منافع خودشون هم دفاع نکرد. در مقابل اینا توده‌های مردم وضعشون خیلی بدتر شد. شاید اگر شاه همراه با این اقدامات یک گشایش سیاسی در جامعه وجود می آورد، عمر طولانی تری میتونست داشته باشه، شاید. ولی از اونجایی که دیکتاتور بود و همه گونه آزادی‌های اساسی مردم رو سرکوب میکرد، کاراش راهی به جا نبرد، برایش سودی نداشت. به طور کلی هر چیزی یه موقعی داره. همونجوری که شما میگید خیلی دیر فهمید و اومد گفت که من صدای انقلابتون رو شنیدم، از حالا بعد این کار رو میکنم. اون موقع دیگه آخر رژیمش بود و خودش هم فهمیده بود که در حال افتادن. پذیرفتن بعضی از چیزها زمانی بود که مردم به خیابون اومده بودن و اون مجبور بود بیاد این چیزها رو بگه. در اساس اون یه مستبدی بود که چاره ای نداشت به جز نابودی. به قول معروف دیر و زود داشت ولی سوخت و سوز نداشت. اصولا دیکتاتور نمیتونه تغییر بکنه. اگه دست به تغییر بزنه یا باید کنار بره یا مردم میان سرنگونش میکنن. ما الان همین نمونه رو در رابطه با همین رژیم حاکم نگاه کنید. همین الان خامنه ای این رو به خوبی فهمیده و گاهی وقتا هم میگه خودش به زبون خودش. اصولا سرنوشت دیکتاتورهای منطقه که به تازگی هم اتفاق افتاده، زمان زیادی ازش نگذشته، اینا برای خامنه ای یه درس عبرت. برای همین تصمیم گرفته که به سرکوب و کشتار مردم برای ادامه یافتن حکومتش زمان بیشتر دادن به حکومتش استفاده بکنه. بنابراین در یک جمله شاه حتی اگر هم تمام اون چیزایی رو که مردم میخواستن میداد، بالاخره مجبور یا کنار بره یا سرنگون بشه. آقای پاک نژاد، هدف از انقلاب چی بود واقعا؟ آیا هدف مردم و نیروهای انقلابی که شما بهشون اشاره کردید فقط سرنگونی رژیم شاه بود یا اینکه خواسته دیگری داشتند؟ این اهداف رو، اهداف انقلاب 57 رو میشه، من فکر میکنم بهتره که تو شعارهای خود مردم نگاه کنیم ببینیم چی بودن. چرا؟ بله. چرا؟ چون که اون شعارها از وضعیت عینی اقشار مختلف مردم حکایت میکرد، بنابراین باید رفت اونجا دید. یکی از شعارهای اساسی که مردم میدادن آزادی بود. آزادی به مفهوم سیاسی کلمه، یعنی حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم. و همینطور شعار دیگرشون عدالت اجتماعی بود.
عدالت اجتماعی، باز هم به مفهوم سیاسی کلمه. الگو نباید گیره از یه نوع خاصی از عدالت که مثلا مورد نظر ارتجاع و خمینی بود. این چیزی که اونا بهش میگن عدالت و اسم اسلام هم میذارن تهش، این در مقابل تمامیه، یعنی در تقابل کامل با تمام اصول انسانی و حقوق بشری و دموکراتیک. بنابراین نمیشه گفت که عدالت. دیگه از چیزایی که بود انگیزه آزادی و استقلال بود، انگیزه رها شدن از ستم و استثمار. همین ستم و استثمار که روی توده های زحمتکش و بقیه اقشار بهشون تحمیل میشد، رو اونا صورت میگرفت. بتونین آقای پایین‌زاده یه مثال ملموس بزنین تو این رابطه برای روشن شدن این مسئله به خصوص؟ بله، همین که عرض کردم خدمتتون، به هر حال تو این شعارها یک سری اهداف میشه بیرون کشید. مردم این چیزها رو میخواستن. مثلا اونجا استقلال هم مطرح میشد. در اون زمان استقلال معنیش چی بود؟ اون چیزی که مردم میخواستن نفی وابستگی همه جانبی به اصطلاح نظام سلطنتی بود، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی، به چی؟ به امپریالیسم و استعمار. که اون زمان خیلی مهم بود. بله. الان اگه در نظر بگیرید رژیم آخوندی رو همین خیلی تاکید میکنه، میگه این وابستگی رو من قطع کردم. که در اساس اینجوری نیست، وابستگی زمانش به سر رسیده بود، دیگه معنی سابق رو نداشت. در اون زمان یه تحولات عمیق جهانی اتفاق افتاده که مسئله استقلال رو یه شکل خاصی به خودش داده. مسئله استقلال رو اگه بخوایم نگاه کنیم، میتونیم روی این نکات به عنوان اهداف انقلاب 57 تکیه بکنیم. این که شما میگید من یه مثال خاص بزنم، میتونم اینو بگم که مردم میخواستن زندگی راحت‌تری داشته باشن، آزادی بیشتری داشته باشن، هم حقوق بیشتری داشته باشن، هم آزادی‌های اجتماعی بیشتری داشته باشن، هم آزادی‌های فردی بیشتری داشته باشن. اینا رو هیچ کدوم در این رژیم ندیدن، ولی همچنان دارن براش مبارزه میکنن. بنابراین اهداف انقلاب رو همونطور که خودتون گفتید میشه همه جور دید، همه جور تعیین کرد، گفت که اینا بوده از روی حوادثی که اتفاق افتاده، از روی اتفاقاتی که شاهدش بودیم. یعنی هنوز زمان زیادی ازش نگذشته و بسیاری از کسایی که در انقلاب شرکت داشتن هستن و میتونن اینا رو گواهی بدن. آقای پاک‌نژاد، آیا نقش زنان در انقلاب 57 هم تو همون راستای اهدافی است که الان شما نام بردین؟ چون خب حضورشون و نقششون خیلی چشمگیر بوده، ولی از اونجایی که زنان با مبارزاتشون از صدر مشروطیت یک سری آزادی هایی به دست آورده بودن، برای من خودم یکم مفهوم نیست که با چه انگیزه توی انقلاب 57 شرکت کردن و دقیقاً خواستشون چی بود. ببینید، زنان رو نباید جدا کرد از توده مردم. یعنی تعریفی رو که از نقش زن در انقلاب 57 میشه داد اینه که همراه با دیگران، همراه با مردان، همدوش با مردان، همتراز با اونها اومدن به میدون برای به دست آوردن یک سری خواستهای عام مردم. درست. چون وقتی شما خواستهای عام مردم رو به دست میارید، وقتی انقلاب میکنید و خواستها رو به دست میارید، طبیعتاً حقوق و آزادی های زنان خیلی در اون برجسته است. به همین دلیل ما نگاه میکنیم زنان در تدارک انقلاب، انقلاب بهمن، نقش بسیار برجسته ای داشتن. درست. و خصوص از زمانی که مبارزه مسلحانه انقلابی برای سرنگونی شاه شروع شد، ما شاهد ظهور دو سازمان انقلابی، یکی چریکای فدای خلق و یکی مجاهدین خلق بودیم. بله. در اونا زنان همونطور که گفتم همدوش، همتراز مردا در این جنگ مرگ و زندگی شرکت داشتن. چرا من رو این تکیه میکنم میگم همتراز مردا؟ برای این که هیچ کجا به جز در مبارزه نمیشه این برابری زن و مرد رو تحقق داد، یعنی به تحقق رسون. چون وقتی مبارزه میکنید اونجا، چون از همه چیز آدم میگذره دیگه، بین زن و مرد فرقی نیست، کاملا برابرن با هم. بنابراین من اینجوری علی‌رغم اینکه نقش زنا رو در پیشبرد امر انقلاب بسیار بسیار مهم میدونم، بخصوص شرکتشون در جنگ مرگ و هستی، یعنی زندگی یا مرگ بر علیه رژیم شاه، و اینکه اعدام شدن، زندانی شدن، حتی ترور شدن، به قد رسیدن، اینو خیلی خیلی مهم میدونم. در مقطع خود قیام هم یه نقش فعال و ادامه دار داشتن. یادتونه دیگه اون زمان، همون یادمونه که زنها به طور مستقل می اومدن و تظاهرات می کردن. همین انقلاب و همین نقشی که داشتن موقعیتشون رو تو جامعه بسیار تغییر داد. بعد از انقلاب هم حتی. بعد از انقلاب همینطور. اتفاقا به همین دلیله، یعنی به همین دلیلی که زنها اومدن وسط و نقش خودشون رو و به اصطلاح کارایی خودشون رو نشون دادن، از طرف این رژیم آخوندها به این شدت دارن سرکوب میشن.
رژیم سعی داره اونا رو دوباره بفرسته تو چهاردیواری خونه، یعنی جایی که از اون اومدن بیرون و سرنوشت خودشون رو به دست گرفتن، در یک قیام، در یک انقلاب شرکت کردن و الان هم تلاش میکنن. دیدید دیگه در دانشگاه ها چه نقشی دارن، در حرکات اجتماعی، در به چالش کشیدن این رژیم چه نقشی دارن. اینا چیزاییه که از اون انقلاب، یعنی آمادگی ها از اون انقلاب به زنا رسیده و یکی از علل دشمنی این رژیم روی همین نقشی که تو انقلاب بهمن به عهده داشته. خود خمینی از پتانسیل انقلابی زنا و اون نقش تعیین کننده ای که توی سرنگونی خودش، یعنی نظام ارتجایی خودش داشته، خیلی خوب آگاه و از همون روز اول میخواست جلوش بگیره. مثلا ما الان شاهد فعالیت‌های زنان در عرصه‌های مختلف تحت شدیدترین شرایط هستیم، تحت شدیدترین فشارها هستیم. منتها زنان همچنان به مبارزه‌شون ادامه. یه موضوعی که در این مورد برجسته است اینه که در حال حاضر چیزی که در قبل نبود اونچنان مطرح نبود، اونچنان برجسته نبود، همین سازمانیابی مستقل زناست که این تو مقطع الان بسیار مهمه، چون هر چیزی سر جای خودش باید بررسی بشه. اون زمان یه چیزایی مهم بود، نقش زنها یه چیزی دیگه بود، الان یه نقش کاملتری رو به عهده میگیرن با سازماندهی جدید، با شرکت در مبارزه همراه با مردان و در این حال به طور خاص برای کسب حقوق خاص خودش. آقای پاکنژاد، با این توضیحاتی که دادید، به نظر شما بزرگترین دستاورد انقلاب 57 چی هست؟ در مورد دستاورد هم باز اینجا باید به یه چیزایی اشاره کرد که هر کسی ممکنه از دید خودشونو بررسی کنه. مثلا به نظر من آگاهی پیدا کردن مردم به طور کلی، مردم بالا رفتن این آگاهی نسبت به شرایط، نسبت به عملکرد رژیم حاکم، نسبت به دست آوردن توانایی برای پیش برد مسائل، این چیز خیلی خیلی مهمیه در رابطه با مردم به عنوان یک دستاورد. هم زنان، هم جوانان و هم اقشار مختلف اجتماعی آگاهیشون بسیار رفته بالا. از اون مهمتر، بالاخره انقلاب 57 یه انقلابیه که انجام شد. این یه افتخاره که به افتخارات تاریخی مردم ایران اضافه میشه. در همه کشورها این صورت نمیگیره به این شکل که همه مردم، همه اقشار مردم بیان و یک انقلاب عمیق اجتماعی رو صورت بدن. این خودش جزء یکی از اون ارزش‌هایی که به وجود آورده، چون در درونش بسیاری چیزهای با ارزش وجود داره که منتقل میشه به مردم. یکی دیگه هم این که بالاخره دشمن خودشون رو خیلی خوب شناختن، یعنی ماهیت ارتجایی نظام پهلوی رو خیلی خوب شناختن. این از این زاویه مهمه که بار دیگه نتونن اونها رو مورد استفاده قرار بدن، گولشون بزنن و دوباره همچین نظامی برگرد. چیزای دیگه هم اینه که به هر حال تجربه کردن که یک نیروی قدرتمند و سازمان یافته رو باید از قبل تدارک ببینن برای حفظ ارزش‌های انقلابی که به وجود میاد، که مانع تجدید قوای ارتجاع و استعمار بشه. این هم یکی از اون چیزاست. این درکیه که مردم رو برای رسیدن به این نیروی سازمان یافته کمک میکنه. تجربه کردن که هر نیروی رو باید در حد خودش و در موضع خودش دید و اونو یا حذف بکنه اگه ضد انقلابه، یا تقویتش بکنه اگه در خط انقلابه. یعنی انتظارات اونچنانی از یک نیروی ناپیگیر که مثلا سعی میکنه صاحب انقلاب بشه و اونو به عقب قرار ببره نباید داشته باشه. مثلا همین چیزی که در مورد رژیم خمینی اتفاق افتاد. همینطور مردم فهمیدن که برای به دست آوردن اون خواستای اولیه‌شون که انقلاب کردن براش، باید شعله مقاومت باید روشن نگه داشته بشه به هر قیمتی که شده. اینا آگاهی مردمه، آگاهی مردم و نیروهای مردمیه که قبلا به این شکل وجود نداشت. مثلا زمان مصدق رو شما در نظر بگیرید، چه چیزی باعث شد که کودتا موفق بشه؟ اینی که یک نیروی انقلابی و سازمان یافته وجود نداشت. درست. یا اگه هم میتونست وجود داشته باشه، این نیروهایی بودن که مانع اون بودن، یعنی تفکرن منحرف بودن و مانع اون میشدن. اگه بخوام جمع بزنم، این نسلی که انقلاب کرد، انقلاب 57، با نسلی که قرار انقلاب بکنه بسیار متفاوت. به طور طبیعی ارگان رهبری کننده انقلاب آینده هم به لحاظ فکری و هم تشکیلاتی ما الان می‌بینیم که وجود داره. بله. آمادگی، آگاهی این کار رو در اون زمان ما نداشتیم. واقعا همچی چیزی نبود. هر کس برای خودش میره. و همه چیز هم زیر تسلط، زیر سلطه فکری تفکر پاسیفیستی تبلیغ می‌شد و عقب رانده می‌شد.
که الان در حال حاضر با وجود این آگاهی‌ها آمادگی جامعه و نیروهای انقلابی برای یک انقلاب جدید بسیار بسیار بالاتره، که اینو میشه گفت یکی از دستاوردهای مهم انقلاب پنجم. آقای پاک نژاد، با توجه به اینکه مجاهدین خلق و دیگر گروه‌های سیاسی که سرنگونی طلب هستند و جدی هستند، منظورم است عقیده دارن که خمینی انقلاب رو به انحراف کشوند، آیا انقلاب 57 شکست خورده تلقی میشه و با این توضیحاتی که شما دادین، دستاوردهایی که از انقلاب 57 به دست مردم ما رسیده، آیا انقلاب 57 تکرار هم خواهد شد؟ به نظر من هیچ انقلابی تکرار نمیشه. یه انقلاب نوینی صورت میگیره که یه اهداف عالی‌تری رو بنا به شرایط جدید و نیازهای روز در دستور کارش قرار میده و برآورده میکنه. از این زاویه هر انقلابی جای خودشو داره و دقیقا به این خاطر که صورت گرفته، انجام شده، نمیشه اونو شکست خورده و نابود شده دونست. همونطور که خدمتتون عرض کردم، انقلاب یه ارزشه که یه ارزشایی رو هم به وجود میاره. معمولا اونایی که از شکست انقلاب صحبت میکنن، شکستش رو در نرسیدن به اهدافش در همون مقطع وقوع میدونن، که این یه تعریف کامل نیست. انقلابای متعددی تو قرن 20 و حتی قبل از اون صورت گرفته. در قرون گذشته انقلابات بزرگی صورت گرفته، از انقلاب کبیر فرانسه گرفته، انقلاب روسیه گرفته، انقلاب چین گرفته، کوبا، همه این کشورهایی که انقلاب کردن، مردم اومدن و انقلاب کردن، اینها همشون در نهایت دقیقاً سوار بر اهداف اولیه خودشون پیش نرفتن، ولی در این حال بهشون میگن انقلاب، یعنی انقلاب محسوب میشن و در جای خودشون پیروز شدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه نظام حاکم رو سرنگون کردن و یک تحولات عمیق اجتماعی رو هم ایجاد کردن. با توجه به اینا، انقلاب بهمن یک انقلاب چی بود؟ یک انقلاب ضد سلطنتی بود و به همین اعتبار نمیشه گفت شکست خورده. شکست خورده تلقی نمیشه. تو یک بیان کلی، انقلاب مردم در بهمن 1357 که محور خواستاش آزادی و عدالت اجتماعی بود، میتونم بگم تا همین امروز هم ادامه داره و بعد اینو پذیرفت که ادامه یافتن مبارزه برای رسیدن به اون خواسته ها دلیل چیه؟ دلیل زنده و پویا بودن انقلاب بهمن 57. یعنی من اینا رو همه رو در پیوند با هم میبینم. مثلا شما همین سال 1388 یک قیام بزرگی در ایران صورت گرفت، قیام 88، اما به سقوط نظام منجر نشد، بنابراین بهش نمیگن انقلاب، ولی یه قیام بزرگ مردمی بود. برای چی؟ برای سرنگون کردن نظام آخوندا، که اینو من حداقل فکر میکنم باید تلاش مردم برای ادامه یابی همون انقلاب بهمن 57 دونست. کما اینکه قیامای دیگه هم که در 30 سال گذشته، یعنی از زمان روی کار اومدن این رژیم بر علیه اون در ایران صورت گرفته، همین ماهیت و مفهوم رو دارد. ولی این سوال الان مطرح میشه که چرا با وجود حضور فعال نیروهای انقلابی و افراد روشنفکر انقلاب به نتیجه نرسید؟ ببینید، این خیلی اتفاقا سوال مهمیه و به روزم هست، از همون بعد از انقلاب تا الان همیشه بوده و همیشه مطرح شده. شما درست میگید، نیروهای فعال و افراد روشنفکر بسیار زیاد بودن، اما متاسفانه سازمان یافته عمل نمی‌کردن. سازماندهی خاص خودشون نداشتن. هر کس به یه طرف میرفت، در صورتی که ارتجا از همون اول این نقیزه رو در مورد نیروهای خودش برطرف کرده بود. یادتون هست دیگه، با شعار همه با هم خمینی، که در اصل معنیش چی بود؟ معنیش این بود که همه با من. این اومد به جنگ انقلاب و نیروهای انقلابی. این یک دلیلش. یک دلیل دیگه، نباید فراموش کنیم که خود رژیم شاه با کشتن و دربند کردن رهبران انقلابی مقصر اصلی این وضعیت بود. اینو باید در اونجا جستجو کرد. اگه شاه فضای سیاسی رو نمی‌بست و درو فقط برای آخونده باز نمی‌ذاشت، شاید این آخونده اصلا سر کار نمی‌اومدن، نمی‌تونستن به اینجا برسن، اون همه چی رو از بین برد. اما روحانیت مرتجع رو به عنوان آلترناتیو خودش به اصطلاح آزاد گذاشت و رقبای اینا رو از بین برد. مثلا آتش انقلاب رو خودش با این کاری که کرد، اگه بخوایم نگاه کنیم و دلایلش رو ببینیم، می‌بینیم در یک مقطعی شاه جنبش ملی و نیروهای دموکراتیک و رهبران آزادیخواه رو از بین برد، اما رو روحانیت، رو اقشار مرتجع روحانیت و که در اصل همین خمینیه، هیچ فشار اونچنانی نمیذاشت.
الان ضد انقلاب مغلوب، یعنی همون طرفداران نظام سلطنت، تبلیغ میکنن که این کار به قول شما یه شورش بوده که از طرف مردم نفهم انجام گرفته، که این موضوع هیچ ربطی به عقب ماندگی جامعه و نفهمی به اصطلاح اونها مردم ارتباطی نداشته. چرا؟ چون خود مردم ایران یه انقلاب بزرگ داشتن به اسم انقلاب مشروطه و یک جنبش بزرگ مردمی هم داشتن در سالهای 31 و 32. تو این دوتا برنامه، نه در انقلاب مشروطه و نه در مبارزات مردم طی سال 1320، یعنی در نظر بگیرید سال 1320 ایران اشغال میشه، بعد از جنگ جهانی اشغال میشه، بعد روسیه و انگلیس بالاخره به این نتیجه میرسن که محمد رضا شاه رو بیارن به جای پدرش به تخت بشونن. از اون زمان، از 1320 تا 1332 که جنبش مردمه، هیچ کدوم از این مرتجعین به اصطلاح اسلامی نتونسته بودن یک کتاز بی‌رقیب حرکت‌های سیاسی اجتماعی تو ایران باشن، چون یک کسای دیگه، گروه‌های دیگه بودن که امکان رقابت با اونا داشتن، مطرح بودن، با مردم در تماس بودن. همین محمد رضا پهلوی در سال 42 1342، یعنی 10 سال بعد، همه اینها رو، یعنی همه این رقبای مسجد و مذهب و اینا رو از میدان بدر کرده بود و مسجد و مذهب و اینا یک تازه میدان بودن که وضع رو به اینجا کشون. من یه خاطری رو از اون سالای انقلاب در زندان داشتم که دوست داشتم اینجا بگم. حتما بفرمایید. یادم میاد تو یکی دو سال مونده به انقلاب، تو زندانهای شاه، اون جایی که ما بودیم، کسی به طور واقعی به قدرتگیری روحانیون اعتقادی نداشت. یعنی خطر اونا رو اگرم احساس میکرد خیلی اندک بود، بسیار کم مطرح میشه، چون ما با اونا ارتباط داشتیم. به این دلیل که ما با اونا ارتباط داشتیم میدیدیم وضعیتشون رو. اکثرا اون کسایی که اونجا بودن به جز تک و توپی بقیه رو میدیدیم. اصلا فکر نمیکردیم، اعتقادی نداشتیم که اونها میتونن بیان و قدرت رو در دست بگیرن بعد از شاه. اما خودشون به اون موقعیتی که شاه براشون فراهم کرده بود آگاه بودن، یعنی تا اندازه‌ای آگاه بودن، نمیشد گفت به طور کامل. ولی یکی از همین آخوندها میگفت که شما ما رو دست کم میگیرید، ما در تمام ایران از طریق مساجد و حوزه ها با مردم ارتباط، میگفت به زبون اونا صحبت میکنی و اونا به حرفای ما گوش میدن، ولی شماها این امکان رو ندارید. با اعمال رادیکالی که انجام میدید باعث میشید شاه شما رو سرکوب کنه، ارتباطتون رو با مردم قطع کنه و نتونید کارتون رو پیش ببرید. اما ما بیشتر تو روستاها که جمعیت اصلی ایران توش قرار داشت رو اونا کار میکنیم و شما بیشتر تو شهرهایی. ما کاری نمیکنیم که باعث عصبانیت اونا بشه و کاری با ما ندارن. بنابراین اگه تحولی بشه ما دست بالا رو خواهیم داشت. اینا چیزایی بود که یکی از آخوندها میگفت. معلوم بود که میفهمه. ما خودمون به این نکات اصلا توجه نداشتیم. یعنی حداقل من از طرف خودم بگم، ما به این نکات توجه نداشتیم. اگه هم توجه بهمون میدادن یا توجهی پیدا میکردیم، دستمون کاری ساخته نبود. چرا؟ چون خود رژیم شاه مبتکر این کار بود، مسئولیتش به عهده اونه. اون یک رژیم مستبد بود که مسئولیت این کار رو آگاهانه به عهده گرفته بود. به همین دلیل هم بود که تو شعار مردم در شعار انقلابیون میگفتن ای شاه خائن. این خائن رو از این زاویه بهش میگفتن که جنبش ملی رو از بین برد، نیروهای انقلابی رو از بین برد، گذاشت خمینی رو در سال 42 تبعید کرد. یعنی با دست خودش اونو در رأس چی قرار داد؟ جنبشی که مال اون نبود. همین آخوندا تو زندان یکیشون اتفاقا به اینم توجه میداد، میگفت که ما منتظریم که حمایت امریکا از رو شاه برداشته بشه که بتونیم بیایم میدون، یعنی جرأت پیدا کنیم بیایم میدون، چون تا اون زمان اصلا جرأت نداشتن وارد میدون بشن، اینقدر میترسیدن، اینقدر آدمای ترسویی بودن. خود جنتی هم چند وقت پیش گفت، بله خود بله، از مصاحبهش گفت، آره میگم ما جرأت نداشتیم. واقعا ما هم در خدمت اونا بودن، یعنی آدمای چیزی نبودن، آدمای اونچنان مطرحی هم نبودن که مثلا آدم تصور کنه روزی میان سرنوشت مردم رو به دست میگیرن. همین که در ادامه همون صحبتی که خدمتتون عرض کردم، همین که حمایت امریکا از روشا برداشته شد، یا تو میاد با رفتن شاه وقتی اومدن اعلام کردن که آمریکایی‌ها دیگه حمایت نمی‌کنن از شاه، یکی از همین آخوندها همونجا بگی از دوستای من گفته بود که شرایط برای قدرت گرفتن ما فراهم شده، یعنی ما به قدرت رسیدیم. مثلا گفته بود ما به قدرت رسیدیم، حالا کجا؟ تو زندان. خب و ما هم بعدا دیدیم که نقشه های امپریالیست ها و استعمار و اینا در همین جهت سعی کرد و خمینی رو آوردن به قدرت رسوندن.
این که میگید چرا انقلاب به نتیجه نرسید، یعنی به اهدافش در همون مقطع نرسید، دلایلش رو باید توی این نکات دید به نظر من. آقای پاک نژاد، بزرگترین درسی که از انقلاب 57 میشه گرفت چیه به نظر شما؟ ولو من اگه بخوام بگم، بیشتر تو همین مردم میگردم دنبالی همچی چیز. یه درسای زیادی داشته که اون زمان وجود نداشته، حداقل در بین مردم و نیروهای انقلابی وجود نداشته، که امروز این درس‌ها وجود داره. مثلا من میگم اگه مردم متحد باشن این یک درس، اگه مردم متحد باشن این چیزیه که مردم بهش رسیدن، اگه مردم متحد باشن و حول یک برنامه انقلابی جمع بشن میتونن دگرگونی‌های عظیمی رو ایجاد کنن. اینو رسیدن و این درس رو گرفتن که بدون این وحدت و اتحاد هیچ جنبشی به ثمر نمیرسه. تو جریان این وحدت و همدلی و همپیمانی مردم باید دشمن خودشون رو بشناسن. به شعارهای توخالی و بدون پشتوانه دل خوش نکنن. باید سرنوشت مردم تو دست خود مردم باشه و هر چیزی رو به سادگی از هر کسی قبول نکنه. اتفاقا در مقابل اینها باید اینو گرفتن که باید به نیروهایی که وفاداریشون رو به اونا ثابت کردن با دادن همه چیز، مایه گذاشتن از جان و مال و خانه و کاشانه و بدون هیچ گونه ترسی از مرگ و برای سعادت اونا تلاش میکنن، به اینا اعتماد کنن و به طور مشخص هر نیروی رو با توجه به عمل کردش و نه حرفاش بپذیرن. از طرف دیگه روی اقشار و طبقات مختلف اجتماعی ایران یک نظر مشخصی داشته باشن، رسالتی که اونا به عهده دارن، مثلا اقشار دانشجویی، اقشار مختلف اجتماعی، زحمتکشان، طبقات اجتماعی، اینا هر کدوم یه رسالتی دارن که اینو باید تو پراتیک انقلابی به کار بگیرن و به ثمر بنشونن، نه اینکه جدا جدا بدون آگاهی اینو در خدمت کسی قرار بدن که میخواد انقلاب اونا رو به بیراهه ببره. این درسیه که برای مردم و بخصوص برای انقلابیونی که به سعادت مردم فکر میکنن و در جهت اون تلاش میکنن از انقلاب 57 گرفته شده و الان ما در جبهه مقاومت میبینیم که این مفهوم درک شده، آمادگی برای انجام وظیفه‌ای که داره نشون میده که به نظر من مردم در آینده نزدیک پیروزی رو در آغوش خواهند کشید و این از درس‌های ارزشمند انقلاب بهمنه که امید رو به دل و اراده رو به خونه مردم آورد. آقای پاک نژاد، از اینکه با وجود مشغله زیاد برای پرداختن به این موضوع وقت باز کردید و وقتتون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید ممنونم و امیدوارم به زودی با سرنگونی رژیم آخوندها ما ایرانیان هم روی صلح، آرامش و آسایش رو ببینیم. روزتون بخیر. منم از شما تشکر میکنم و براتون شب روز خوبی آرزو میکنم. آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای پاک نژاد. برای شنیدن این گفتگو و دیگر مصاحبه های رادیو ایراوا لطفاً به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید. همچنین در صورت تمایل ایراوا رو در توییتر فالو و در فیسبوک لایک کنید. به پایان بخش فارسی این هفته رسیدیم. ازتون بسیار متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. بخش انگلیسی ایراوا تا چند لحظه دیگر آغاز خواهد شد. با ما همراه باشید. تا یک شنبه آینده سر ساعت 15 به وقت اتاوا شاد و پیروز باشید. یک بار دیگه سالگرد انقلاب ضد سلطنتی 57 رو به همگی آزادی خواهان تبریک میگم. شنبه آینده 14 فوریه همچنین روز عشاق یا ولنتاینز دی هست. این روز رو به تمام عاشقان ایرانی و آزادی تبریک میگم. زنده باد آزادی. روز شما بخیر. Good afternoon and welcome to Radio Irava on CHUO 89.1 FM, CHUO.FM and RadioIrava.com. My name is Narges and today is February 8, 2015 and here is the news. According to Associated Press, February 6 from Munich, a U.S. official says Secretary of State John Kerry has pressed Iranian regime's foreign minister on the Obama administration's desire to reach the outline of a nuclear deal by the end of March. This official says that Kerry told Mohammad Javad Zarif the U.S. wants to meet the March target for the political framework of a final agreement to be done by summer.
The pair met for 2 hours on the sidelines of a security conference in Munich. The official spoke on condition of anonymity because this official wasn't authorized to discuss the meeting publicly. The 5 permanent members of the UN Security Council and Germany will resume negotiations with Tehran soon, with an eye on the March target that they set in November after missing 2 earlier deadlines. On the other hand, the Iranian dissidents in Munich held a demonstration protesting Zarif's presence at the Munich Security Conference. They shouted no to nuclear bomb, no to execution, no to torture, and yes to democratic change by Iranians and the resistance. Orient TV reported that Assad regime has purportedly used phosphoric bombs to hit Zabadani city located in the outskirts of the capital Damascus. The material was placed inside exploding barrels meant to target the residents of Zabadani. The use of chemical bombs by Assad regime has happened many times before, and the international community has condemned this brutal action. Phosphoric bomb makes severe burns to the skin and has killed many residents, including children. Thousands of Yemeni people rallied on Friday in Taiz to condemn Houthi brutalities in Sana'a and other Yemeni cities. The protesters were carrying placards calling Houthi militants as coup elements. Demonstrators called on politicians not to engage in dialogues with the militants. The demonstration was after the Iranian regime backed and financed Houthis issued a statement from a presidential palace legitimizing their coup d'etat government and announcing a new constitution. All Yemeni political and social forces have condemned and boycotted the announcement. The UN representative in Yemen has also gone to Saudi Arabia to discuss the situation with the Secretary General Ban Ki-moon, who is visiting Saudi. Canada's Foreign Affairs Minister John Baird announced Tuesday he is stepping down and will not stand in upcoming October election. In his speech at the Parliament Hill, Baird, 45, did not say what he planned to do next, but he said that he had talked to Prime Minister Stephen Harper and informed him that he was stepping down and he had no intention to run in the next general election. John Baird has been in federal and provincial politics for more than 20 years. He has demonstrated to be a man of principle. Mr. Baird is an outspoken politician who advocates human rights and human dignity. He has many times defended the rights of the Iranian people for freedom and democracy. Uruguay has expelled an Iranian senior diplomat in connection to planting a bomb near Israel embassy in Montevideo. Haaretz has reported after investigations carried out by the Uruguay's intelligence service and talked to Iranian government, the Uruguayan government decided to expel a senior diplomat in Iran embassy. Iranian regime with the help of Hezbollah has a history of terrorist activities and infrastructure in South America. Amia bombing in Buenos Aires in 1994 is an example of Iranian involvement in such operations. An Iranian-born business owner in Los Angeles is under investigation for abusing a federal program called EB-5. EB-5 offers wealthy investors from other countries to obtain entry visa to U.S. and eventually a permanent residence. According to ABC News, Alireza Mahdavi of American Logistics, a shipping and trucking company based in Carson, California, is under investigation for facilitating Iran's Revolutionary Guards to exploit the visa program to infiltrate the U.S. There are connections between Mahdavi and the network of Iranian lobby in the U.S. Mahdavi was a member of Iranian Trade Association, a San Diego-based lobby group against sanctions on Iran. In this report, Mahdavi expressed his hope that the United States to lift the economic sanctions it placed on Iran. For news and more, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website and like us on Facebook and follow us on Twitter too. Wednesday, February 11th is the 36th anniversary of the Iranian 1979 revolution. On that fateful day, the Shah's regime came down by the power of the people. Although the revolution did not reach its ultimate goal, which was freedom, and was diverted by Ayatollah Khomeini, it has left Iranians with a valuable legacy of struggling for freedom until democracy is established in Iran, which still continues today, fortunately. Next Saturday, February 14, is Valentine's Day. So happy Valentine's Day in advance to all the lovers out there. And that's it for this edition of Radio Irava. And thank you very much for being with us. Please join us again next Sunday at 3 p.m. on CHUO 89.1 FM, CHUO.FM, or RadioIrava.com. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Thank you.
بر این نفس راحت را ادامه خواهیم داد. ای شهید